یک حکومت اما چندین اپوزیسیون. امروز چهارمین اپوزیسیون در برابر حکومت وحدت ملی به رهبری انورالحق عادی وزیر مالیه دوره حکومتداری آمد کرزی اعلام موجودیت کرد. اپوزیسیون زیر نام جبهه نوین افغانستان هدفش براندازی حکومت وحدت ملی است، زیرا سراسر عملکرد حکومت را به نقد گرفته و آن را ناکام و عوام فریبا نمی‌داند. بدیل حکومت را برگزاری انتخابات و زودنگام ریاست جمهوری همزمان با برگزاری انتخابات پارلمانی می‌داند. افغانستان د اوسنی حکومت مشروعیت ډیر کمزور دی، دا حکومت ناکام دی، دا حکومت کاری ظرفیت نه لري، او دا حکومت په عوام فریبی ولاړ او غیر صادق حکومت دی. در حالت قرار داریم که به امید از کسی نباشه 3 سال بعد باز در انتظار انتخابات باشیم. انتخابات را وجهه مشارکت ملی و سیاسی مردم را و نظام دموکراتیک را وجهه‌اش را به خاک آلوده ساختن این دو جناب. اگر امروز این واقعه‌ها را برای خود توهین فکر میکنن، لک بار توهین فکر کنن. حکومت کنونی را روبرو با ضعف مشروعیت می‌بیند، اما قرار است سال آینده لوی جرگه تعدیل قانون اساسی برای تغییر نظام برگزار شود. اپوزیسیون تازه حکومت وحدت ملی اما تغییر نظام از ریاستی به صدارتی را پذیرفتنی نمی‌داند. تیر کال تجربه بیا وکود چې دوه مشران حکومتونه ډیر مشکلات حل کوي. د افغانستان نوی ملي جبهه په اساسي قانون کې تسجیل شوی ریاستی سیستم ته ترجیح ورکوي. مشکل ملت افغانستان این است که امنیت ندارد، نان ندارد، در دولت پر از فساد وجود دارد. اگر ما بخواهیم تغییر قانون اساسی و یا تغییر نظام را به میان آوریم، یک زمان بسیار طولانی همه را مشغول به خود می کند. این اپوزیسیون از شکنندگی اقتصاد و اوج ناامنی نیز انتقاد می کند و تلاش های صلح دولت افغانستان را با مخالفانش نیز به نتیجه می داند. خلق سولی سخت سترگ پلار دی، خو اوز پدی باور دی سید تس پنون ملی وحدت حکومت لکه سی پنور و چارو که ناکام دی، دی سولی په حق لهم یا ناکام حکومت دی. تعلما سر لیکلی دی علما و تحصیلی اسناد با تر دکترا پوری دی تحصیل زمینه ورته برابرو ایچ دی و نکلی و سم دی علما و اسناد پا سورلسم بندی ارزیابی کیگی حق دیدی نلری چه نور تر دغن اولان دی پا پانتون که حق ورکلن سی در چو پوری آغا خپل تحصیلو کی. جبهه نوین ملی افغانستان یا اپوزیسیون حکومت خواستار وارد شدن اصلاح در نظام انتخاباتی است تا با مدیران تازه انتخاباتی انتخابات پیش رو برگزار شود. پیش از این شورای حراست و ثبات افغانستان به رهبری چهره‌های پرنفوذ جهادی به عنوان اپوزیسیون رسمی حکومت اعلام موجودیت کرده بود.